بچه حالتون ستاره؟ اوضاع خوب باشیم، بفرمایید چایی. از کلات رد شدم، دارم میرم سمت درگز. بلا فاصله از کلا که خارج میشیم به یه تابلوی میخورین که به سمت قرسو میره. احتمالا اگر سمت مشهد اومده باشین، بچه های مشهد میدونن که قرسو یکی از زیباترین مدای گشتگری از مشهد بود. قبل از اینکه سیل بیاد و نردبونا رو خراب بکنه، خیلی بسیاری بکر عالی بودش که اگر برگردین بگردین توی ویدیوهای پیج اینستاگرام، اون زمان که هنوز خراب نشده بود من یک ویدیو کامل ازش گرفتم گذاشتم. خب حدود 15 کیلومتر راه داریم تا شهر درگز. بریم توکل به خدا ببینیم که چی پیش رومونه. همینطور که میبینین مسیر کلات به درگز هم مثل مسیر مشهد به کلات یه مسیر کاملا کوهستانی پر از پیچ و خم هست. بهار بسیار زیبایی داره، ولی الان متاسفانه تو این فصل نه خبری از بارندگی هست، نه سبزی، نه زیبایی، ولی به هر حال این جاده هم زیبایی خاص خودشو داره. حاشیه جاده بچه ها تک و توک یه سری خونه ها و حالا روستاهای خیلی کوچیک میبینم که اینها هم بناشون همه سنگی است، به این خاطر که خوشبختانه توی اقلیم سنگ به تعداد خیلی زیاد پیدا میشه و یکی از ارزان‌ترین و مقام‌ترین مساله هستش. مردم اینجا هم اکثرا دامدار هستن و خدمتتون عرض کنم که جاده قشنگیه، با اینکه خشکه ولی واقعا حس خیلی خوبی داره. دارم برای خودم عشق میکنم، موزیک گذاشتم گوش میکنم، کشک دارم، تخمه دارم، فلاسک چایین پره، پاور بانکم فعلا پره، خشابم فعلا پره و دارم میرم. حالم نسبت به دیشب که راه افتاده بودم که در حد انفجار و انزجار بودش واقعا خیلی بهتر شده. خدا شکر میکنم که حداقل شرایط هست که میتونم از شهر بزنم بیرون جای هواتون خالی. هر کدوم از شما بچه ها توی هر جایی از ایران هستین دوست داشتین بیان توی این سفر را شرکت کنین، من برنامه هستش که ماشین رو بردارم بزنم جاده دیگه، تمام دور تا دور ایران رو بگردم تا این مدتی. هر کدوم اگه خواستین دوست داشتین هم سفر بشین، فقط کافی هست پیام بدین، در بس در خدمتون هستم. خدا وکیلی بچه ها جاده رو ببینید، آدم لذت میبره واقعا. چقدر حس آزادگی خوبه و اینکه بتونی آزاد و رها باشی. یک لحظه فقط من دوربین رو میبرم روی آینه و ببین چه منظره زیبای پشت سرامه. البته بذارین یکم برم بالاتر، زایه شدم. طیف واقعا قشنگی از رنگای ارغوانی، خاکستری، بنفش. خدا شکر، واقعا خدا شکر و جای همه تون دوباره خالی. بارها بهتون گفتم که دوربین و گوشی اصلا نمیتونه زیبایی های مسیر رو نشون بده. منظره که الان پیش روی من هست یک طیف خیلی قشنگی از کوهستان و رنگ و جاده رو هم که داریم میبینیم با یک خط روشن توی این قاب داره خودنمایی میکنه. بچه اینجا منطقه ایدلی که مجبور شدم دور بزنم، مجبور که نه، یک پرنده خیلی خوشگل بالای این درخت دیدم. نمیدونم شاهین عقاب چیه، واقعا زیباست. بزنین دور بزنم دوباره. عقاب بود بچه ها، عقاب بود، پرواز کرد رفت بالای اون نشست. وای چقدر صحنه قشنگی بود. یعنی بزنین دور بزنم منظره رو بهتون نشون بدم که من چی دیدم یه لحظه. همینجوری که هایده داشت پلی میشد و توی حس و حال خودم بودم، از دور بچه ها این کلبه گلی رو دیدم، بالاش درخت و این پرنده زیبا این بالا نشسته بود. چقدر حس قشنگ یک لحظه به هم داد. وا
وای خدا چه منظره پیش رومه، خدای 100,000 مرتبه شکر. جاده صاف، کوههای زیبا، استحال خوب. بچه ها رسیدم به بخش لاین، تنها بخشی که بین کلات و درگس هست. دخترکان دبیرستانی هم که تعطیل شدن. اینجا قهوه فروشی باحال هست، میخوام برم یه دونه قهوه بخورم. چند سیرت شدم خیلی قهوه باحالی میداد. اینجا بچه ها میدون مرکزی لاین هستش و این قهوه فروشی هم که دنبالش میگشتم به نظرم بسته باشه، حالا نمیدونم، درش که بسته است ولی امیدوارم که باز باشه. نه، قفل و تعطیل. برم ببینم جای دیگه میتونم پیدا کنم یا نه. این میوه های محلی رو دیدم اینجا و مخصوصا سیبش و اینا خیلی چیزای خوبی بود، دلم نمیاد از هر کدوم دو سه تا گرفتم، گفتم تو ماشین باشه حالا بعد مدت های میوه بخوریم. در به در دنبال قهوه. البته این مغازه ها دارن ولی یه کافه باشه بهتره، که این کافه هم تعطیل بود. بریم به سمت پایین تر و ببینیم میتونیم یک جای پیدا کنیم بریم بشیم تو کافه قهوه بخوریم یا نه. خدا وکیلی زندگی توی این شهرهای کوچیک یا این بخشای کوچیک سخته ولی آرامش خاصی، واقعا آرامش خاصی داره. گشتم دنبال آبجوش بچه پیدا نکردم. این میزه جلوی این قهوه فروشه خیلی آرامش بخش بود، گفتم بشینم 10 دقیقه رو بشه بیاد. خب بچه دیگه تا درگز پمپ بنزین نیستش. اینجا هم جایگاه پمپ بنزین بخش لاین هست که کلن یک دستگاه داره، که الان که من وایستادم 2-3 تا سرشو کردن توش دیگه. حالا بریم یکم بنزین بزنیم و ادامه مسیر. بعضی جنم رو خلاف میکنن، چی کار میکنن؟ اصلا با دوربین رابطه خوبی ندارن. یارون گفت آقا چرا فیلم میگیری؟ گفتم بماند از ما یادگاری. یه نه کش کرد تو پاچمون، گفت کشک محلیه 30 تومن هم همین دوتا تیکه و دیگه بریم دیگه. بچه ها دور زدم تا این گله رو بهتون نشون بدم. مدت ها بود گله به این بزرگی واقعا ندیده بودم و خدا برکت بده به کاسبی صاحبش و چه گله بزرگی بود. چه روستای آباد و خوش آب و هوایی. یه مقدارم شیب داره باید اینکه مثلا روی کوهمانم باشه. بافت قدیمی و بافت جدیدم با هم دیگه قاطی شده. یه دون مرغم اینجاست، اسم روستاشو دقیقا نمیدونم ولی هرچی هست از اون گله گوسفندش معلومه که روستای آبادیه. بچه همه خر داره این روستا. بچه با این لاستیکش خرها رو هی میکنه. اینا هم که همه که تاخت میکنن خر گوش شکسته. واو انگری داگ. ماشاءالله عجب چیزی دارن، کشاورزی که نه، عجب دامداری با حالی دارن. بچه واقعا ببخشید من همش از توی ماشین دارم فیلم میگیرم. نگین علیرضا تو که همش پیاده میرفتی چجوری همش تو ماشینی؟ یک مقداری به هم فرصت بدین تا بتونم شرایط رو هماهنگ بکنم. این سفر واقعا برای من جدیده و خودتون میدونی که همش هم پیاده میرفتم. بذاریم بدم شیش. خودتون میدین که من همیشه پیاده میرفتم و حالا گفتم حداقل از هیچی بهتره با این ماشین چرخیدن، برای همین یه مقداری به این فرصت بدین ببینم که چجوری میتونم محتوا رو
راستوریست بکنم. برنامه هایی هستش که ماشین رو بردارم بزنم به جاده، حالا هرچی پیش آمدم براتون تعریف بکنم. غریبه هم که نیستین، هزینه بنزین و خورد و خوراک و اینجور داستان هم، حالا توی راه مسافری چیز خورد یا مثلا شهر بزرگی مثل بجنوردی جایی برسم مثلا بکنم صبح تا ظهر استاپ کار کنم، به حال هزینه مسیر در بیاد. فعلا همه چی این مسیر رو اومدم که امتحان بکنم ببینم که واقعا شدنی هست چنین کاری یا نه، ببینیم چی میشه. بچه این روستای سرش روستای کرناوه یا کرناوه، کرناوه یا کرناوه شیرین هست، دور تا دورش رو همه رو کوه گرفته و اینجا یکی از نقاط تقریبا میشه گفت صفر مرزیه. همطور که داری میبینین پاسگاه مرزبانی اینجا و واقعا دیگه مرز ترکمنستان اینجا خیلی خیلی نزدیکه. بچه ها به چه بهشتی رسیدم. وای چقدر اینجا خوشگله، خدا اینجا نزدیک روستای شمسی خانه و عجب آبی داره توی این فصلی که همه جا خشک است. این پلی که داریم، این پل اسمش گذاشتم والفجره و خدمتتون عرض کنم که بخشورات پیامایی که میاد به حال تعامل کنید دیگه. کوهستان بسیار زیبا، رودخونه، وای فوق‌العاده است اینجا بچه. حواس کردم این کثافت رو یک آبی بزنم، تصمیم داشتم فردا به هم در شمخال بشورم اشالا، هرچی هم نگاه میکنم مسیر نیستش که بشه رفت پایین. واقعا بچه جاتون خالی، چقدر شکر خدا امروز حالم خوبه نسبت به دیشب که داشتم میترکیدم از اعصاب خوردی. و حالا این ورش زیاد چیز نیست ولی این ورش چون خورشید عالمتاب داره میزنه خیلی خوشگله. حالا ازم به خودتون میگه نریزا چی زده، یه رو فاز چی هستش که مثلا انقدر حالش خوبه و اینا. اولا اینکه بچه ببینیم بیرون شهرم حالم واقعا خوبه. سه تا خانم رو دیدم که داشتن کنار جاده همینجوری با یه تیپ و استایل و لباس روستایی داشتن میرفتن سمت روستاشون. این طرف ببینین جاده رو، واقعا یک دهم زیبایی که چشم داره میبینه رو من نمیتونم با گوشی بهتون. یه حسی اومد آخه نگاه زندگی رو نگاه کن، آخه حیف این رخش نیستش که واقعا طفلی خیلی کم مصرف بی درد سر سالم. و نگاه کن تو رو خدا، به گوه کشیدم ماشین رو چاقو بردارم با جورتقال وایسم اینجا جورتقالی بخورم. به یاد روزایی که با چرخ تو پیاده روی ها لب پولا میشستیم و یک حالی میکردیم وایسیم. یه چیز خیلی ناراحت کننده هست این که این آب که اینقدر داریم میبینین زلال و خوب هست، همه من رو نقشه که نگاه بکنم 5 کیلومتر پایین تر داره از مرز رد میشه و میره تو ترکمنستان و خیلی ناراحت کننده است. ای کاش اینایی که والفجر رو ساختن یک کاری میکردن، میخواستم اگر سرمایه های مملکت هدر نره که دیدم بابا سرمایه مملکت خلوپی دارن هدر میدن. ای کاش
حالا چقدر ناراحتم که آب داره هدر میشه و میره توی کشور دوست و همسایه ترکمنستان و خیلی خیلی جای خوشگلیه، جاتون حسابی حسابی خالی. و دیگه کم کم باید خدافظی کنم به خاطر که دیگه شب برسم درگس فایده نداره. بچه ها چقدر این طبیعت منطقه شمسی خان واقعا خاص و بکره. متاسفانه نور داره از روبرو میزنه و نمیتونم تصویر بگیرم. خیلی زیباست این منطقه، واقعا منطقه قشنگیه و خیلی خوش آب و هوا. بچه ها امروز واقعا روز خوبی بود، واقعا روز خوبی بود، خیلی حس خوبی دارم نسبت به امروز، پر از انرژی و دارم واقعا به این فکر میکنم که من که توی شهر که کار خاصی نمیکنم، همش افسرده و اعصاب خورد با یه کلی کرام و کلی اگر و اینها داشتم با خودم فکر میکردم خب راه بیفتم همینجوری با ماشین تو جاده، همینجوری روستا به روستا، شهر به شهر برم و هر چیزی که ببینم باهاتون در میون بذارم. فکر میکنم هم برای شما مقدار کمی سرگرم کننده باشه، همین که حالا حال خودم رو عوض بکنه. لطفا کامنت بذارین و بگین که واقعا از نظر شما خوب هست این کار یا خیر. فقط میمونه مسئله هزینهش که حالا نهایت شدم با این ماشین کار میکنه دیگه. به هر حال بهتر از اینه که گوشه خونه بشینی توی شهر و همش حسرت بخوری و افسرده تر بشی. اینجا روستای قازانبیک هست بچه ها. رسیدم به یک جای نونواییه، گفتم یک دو سه تا نون بگیرم که ماشین همراهم باشه. نون داغ، عجب عطر و بو و طعمی. نونو که گرفتم گفتم برم ببینم جایی میتونم ماست محلی پیدا بکنم، اگر پیدا بشه که واقعا نور علا نور میشه. کلن محلی چی نداشتن، گفتم مگه از دم خونه پیدا بکنی. یه دون پنیر گرفتم. بچه ها چه بوی مست نونی راه افتاده توی ماشین، اصلا یعنی حاضرم همین امروز بمیرم به خدا، یعنی حاضرم توی همین لحظه بمیرم. همه شما فکر میکنید من الان تحت تاثیر چیزی هستم که اینقدر حالم خوبه، در صورت که فقط تحت تاثیر مادر طبیعت هستم. و داشتم بفهم که این مسیر کلات و درگز 100 کیلومتر بیشتر نیست که 5-6 ساعت من دارم رانندگی میکنم و قدم به قدم زرت و زرت وای میستم با آدهای مختلف. چقدر مسیر خوب و قشنگ و پر چیزیه، امکاناتیه. بچه ها پنیره رو چپه کردم روی نون و دیگه فقط ویوره داشته باشین. به خدا من خرم احمقم که خودم رو توی شهر اسیر و عبیر کردم، اینقدر حالم بد توی شهر، افسرده ناراحت. به خودم میگم خب مرد حسابی پاشو بیا بیرون، پول یک بنزین و نون پنیر دیگه، بالاخره با ماشین 4 تا آدم جابجا میکنی در میاد دیگه، همین حال خوش میدین چقدر ارزش داره. شما الان مثلا هم گوسفندار ببینین اونجا، اصلا آدم لذت میبره، واقعا لذت میبره. و بفرمایید بچه ها بفرمایید که چی حالی میکنم من. حرف چو از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. واقعا این حسایی که من دارم امروز چون از ته دل دارم میگم، فهم میگم واقعا به دلتون بشینه. و واقعا خیلی همه چی امروز خوبه. بنده خدا ماشینش روشن نمیشه و با خانومشه مسافر جابجا میکنه، فقط از درگز این پسره رو برش رو آورده. داشتم میخوام فهم که این ماشین که ماشاءالله مثل اسب کار میکنه، واقعا حیف ازش استفاده نکنم. همجی برای خواهم نشسته بودم یک نخی چاخ کرده بودم، دیدم یه سری زنگوله میاد و یه رفیق داریم اینجا
ماه هم از دور بچه ها در اومده از پشت کوه. بچه ها غروب شد، هوا داره تاریک میشه، من همچنان 40-50 کیلومتر موندم به درگه از و از قبل از ظهر که راه افتادم حس میکنم یه راهی پیدا کردم برای اینکه حالم بهتر بشه. فقط نگرانیم در مورد هزینه ها و اینا بود. یه لحظه بخواب فکر کردم که هر شهری که من قرار ازش رد بشم به هر حال تاکسی داره، ران تاکسی داره، ران تاکسی ها خرج خانواده میدن، کار میکنن، پول هم میارن و به هر حال گفتم که میشه مثلا ببینیم کل بعد غذای من تا الان چی بوده. همین نون و پنیر بوده با یه بنزینی و میشه، واقعا میشه یه سری کارایی رو کرد. دل بکنیم از اینجا بریم کم کم. ای جانم، ای جانم، پروردگارا چی عشق میکنه این آقا. به 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 دیگه به خدا بچه ها فهم کنم منو میخوام بزنین دیگه. اینقدر امروز چرت و پرت گفتم ولی خدا وکیلی هرچی گفتم حال دلم بود که با تو درمیون گذاشتم. الان مثلا ببینید این بر خورشید غروب کرده، از این طرف ماه در اومده. کجایی؟ همینجا بودی؟ ماهشش دیدهش؟ ماه از اون بر در اومده، از این برم خورشید غروب کرده و خیلی خوبه، خیلی خوبه. خفه میشم هیچی نمیگم دیگه به خدا، فقط نگاه کنید تو رو خدا. و چقدر باز بده که این گوشی لعنتی نشون نمیده. اگه امکانات داشتم مثلا درون بود یا یه گوشی با کیفیت بود که میشد واقعیت ها رو نشون داد، خیلی کارهای دیگه میشد کرد. خلاصه جمال اون منور شد به درگه از اون نوری که اون عقب داریم میبینیم. بچه ها باید حواسم به راهندگی باشه، نمیتونم زیاد زوم بکنم. شهر زیبای درگه. از ساعت کلات که میایی به سمت درگه از یه چیز خیلی عجیبه بچه ها، همونش مستقیم که داریم میایی میرسی به یک شفت العیونی، یک دکل چراغی و جاده دقیقا 90 درجه میبیچه به راست. من نمیفهمم این چه طراحی جاده ای هست. البته سمت چپش که میره به سمت منطقه تندوره، اما ببینیم به اینجا که میرسی دقیقا زارت 90 درجه بعد میشی سمت راست و حدودا یک 5 کیلومتری 10 کیلومتری بری تا برسی به شهر درگه است. این مورد رو لطفا مسئولین رسیدگی کنن. ما هم که امشب مهتابه و تا درگز هم چیز دیگه نموده بچه ها. درگز اما یه چیزی که واقعا میشه بهش کردیت داد به مسئولین جانبرکب و خدوم و شهید پرورش اینه که جاده خوبی داره. از سمت قوچان که میایی به سمت درگز عجب خریه. این مادر قبر رو نگاه کن، حالا چرا خواب اتاق ننش رو زده سک پدر عوضی ببخشید. جاده ها کیفیتش خیلی خوبه، یعنی از طبعا 30 کیلومتر قبل از درگه از سمت کلات که میای کیفیت جاده عالیه. از قوچان هم که میای به سمت درگه از به این خاطر که به حال جاده ترانزیتی هست واقعا کیفیت جاده خیلی عالیه. اینم شهر زیبای درگز که من از قسمت جنوبیش دارم وارد میشم. مستقیم شهر رو که رد بکنیم به گمرک و شهر لطف‌آباد میخوره که فردا میبرم نشونتون میدم. سمت چپ هم که به سمت قوچان و در شمخال و اینا میره. مورد بعد هم این که بچه ها برخلاف اینکه حالا شهر مرزی هست خیلی شهر تمیزیه درگز، یعنی شهری هست که واقعا نظافت توش رعایت میشه و خیلی شهر قشنگ و تمیزیه.
همینطور که داری میبینین شهر کاملا آروم، تمیز، من اصلا زباله توی این شهر نمیبینم. و این مورد دیگه، سگاش خیلی خوشگلن، یعنی من آخر شبه که رد میشم سگای اینجا رو که بینم شق و رق و خیلی سگای خوشنژاد و خوشگلیه. و این موردی هستش که در مورد درگیه من خیلی دیدم. بریم به سمت خروجی فلاسک و آبجوش بزنیم و برگیم داخل شهر. چقدر من از شب این شهر درگز خوش آمده. سارا بالای درخت ها چی صدایی میدن، گوش کنین. خیلی دوست دارم تو بازار قدیمیش را برم یه مقداری، ولی امروز انقدر بعضا ذوق در کردم که تمام انرژیم رفته. برم ببینم کجا میتونم کپه رو بذارم. خب بچه ها، ساعت بوده 8 شب، خستم. یه بومگردی هست الان 30 کیلومتری درگز روستایی هستش، زحمت کشتم دعوت کردم ولی خستم و اصلا به چشم نمیبینم بخوام یه هم مسیر رو برم. صبح زودم باید بیدار بشم که تا شب بتونم درگز رو جمع جور بکنم. پارک هست اینجا، برم اجازه بگیرم ببینم که میشه توی پارک چادر زد. اگه بشه که همینجا چادر رو میزنم و چپه میشم تا صبح. جای دوستان خالی، آمدیم یک دستی با آب زدیم اینجا. امکانات خوب بود، کامل بود. یک بوی گلی میپیچه، یک بوی گلی پیچیده توی این پارک، یعنی یه بوی جوانان وطن لاله میروید. جوانا بند خدا توی این شهرستان کارکاسبی هم نیست و همشو میشستن به دیالا کشیدن و دورم بودن. یعنی هم خدا مرگ منو بده که هم یک چادر زدن برام دلخوشی شده. چی زندگی آخه. خب روی یکی از این سکوها چادر را برپا کنیم. بریم عقبتر ببینیم که دنجتر و خلوتتر نیست که کسی مزاحم حریم خصوصیمون نشه. ای که جانم چه حالی میکنم من. چادر را هم برپا کردم روی یک سکو سیمانی، زیرش هم زیرانداز انداختم و خدمت واسه کار زیرانداز و کیسه خواب رو هم پنگ کردم. برم فلاسک و قند و چیپس و تخمه و پاوربانک و شارژر رو، نون و پنیر رو بردارم و دیگه بچسبم به آماده کردن ویدئو کلات. ماست چکیده تو هم یک ظرف کوچیک برم بده. بله بله. این انگیزشی ها میگن که یه چیزایی شعر و برای بزاخا میگفت آدم بزاخا به حرفاشون ایمان پیدا میکنه که میگن حال خوب ساختنیه. بذار این چراغ روشن کنم. خب نون گرم و تازه دارم با پنیر و ماست چکیده، لیوان و آب نبات و چایی هم به راهه، کیکس و بیسکویت و چوسفیل هم هست، میوه هم هست، جای نرم و گرم و کیسه خواب هم هست. دیگه آدم مرگ میخواد، چی میخواد دیگه واقعا. من شرمنده یک بند خدا اقامت به بومگردی خانه خورشید، امارت خورشید هم شدم. بند خدا دعوت گرفته بود ولی چون یک مقداری فردا صبح میخوام سمت لطف‌آباد و از این بعد برم، طبعا یه 20 کیلومتر مسیر فرعی داشت. دیگه میدونم که ویدیو رو میبینین آقای همتی عزیز، از عذر میخوام، ببخشید و انشالله بزنم جبران کنم. خیلی خوب، بریم بچپیم تو و شروع کنیم آماده کردن ویدیو. یه دوتا جنس لطیف رد شدن، داشتن ورزش میدادن به خودشون. حالا گفتن آقا سردتون نمیشه فلان، شهر ما سرد ها. بعد یه لحظه خواستم بهشون بگم بابا من عادت دارم به این شرایط و الان شدیدن دلم تنگه برای این وضعیت. خوبیش این هستش که سوپر اونجا، میه فروشی اونجا، دستشویی اونجا، شیر و آب اونجا و دیگه هیچ چیزی هم کم نیست. خب بچه ها سرد که هست، ماستم با نون دارم سرق میزنم حسابی دیگه لرزم گرفته.
کم کم دیگه دارم آماده بشم برای خوابیدن. ساعت بوده 8 شبه، 8 و نیم شبه. هر کی رد میشه یک جوری نگاه میکنه، این اینکه ای بیچاره بدبخت کارتون خواب، نمیدونه که من بهترین، یکی از بهترین روزهای ماهای اخیر زندگی من رو تجربه کردم. و اینکه آماده بشم برای خوابیدن. حال دیشب هم این موقع چقدر خراب بود و حال امشب هم الان چقدر خوبه. بخوابیم، صبح هاشیم و بریم سمت لطف‌آباد، مرز ترکمنستان. شهر لطف‌آباد خیلی دوست دارم، یک معماری شبه روسی داره. و اینکه بعدش هم دیگه بریم منطقه چهلمیر، پارک تندوره رو بهتون نشون بدم، از اونجا بریم شمخال و بعدش بریم باجگیران، گمرک باجگیران هم بهتون نشون بدم و دیگه حالا ببینیم که دیگه فردا چه در انتظارمون هست. با ماست سرد و نون تافتون خدافظی میکنم ازتون، شبتون بخیر و مرسی از همراهیتون.